یاران خوبم، درود بر شما. شروع میکنیم پنجمین جلسه الفبای شاعری رو با ادامه مبحث وزنها. یک وزن رو دفعه پیش گفتیم، امروز یک وزن دیگر رو بهش میپردازیم. ما دفعه پیش راجع به رکن مفاعیلون صحبت کردیم. مفاعیلون که میشد تتنتن. مفاعیلون تتنتن تن. شعری که خوندیم 4 تتن تن تن بود. تتن تن تن تتن تن تن تتن تن تن تتن تن تن. خب همونجور که میبینید این شعر تشکیل شده از 4 رکن که هر 4 رکنم مثل همن. مفاعیلون 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 و هر رکنی 4 هجا داره. یک کوتاه، سه تا بلند، یک کوتاه، سه تا بلند، یک کوتاه، سه تا بلند، یک کوتاه، سه تا بلند. خب آیا همه شعرها 4 رکن دارن؟ نه. بعضی از شعرها 3 رکن دارن. بعضی از شعرها اصلا ممکنه 2 رکن داشته باشن. این شعری که اخیرا من خوندم راجب رئیسی، هلیکوتلت، صفا صفاست امروز، روز صفاست امروز، هر کدوم یه مصرعه که 2 رکن داره. ممکنه یه شعری 5 رکن داشته باشه، 6 رکن داشته باشه، 8 رکن داشته باشه، ولی عموم اشعار معروف فارسی که سعدی استفاده کرده، حافظ استفاده کرده، صنایع استفاده کرده، خاقانی استفاده کردن، اشعاری هستن که 3 رکن یا 4 رکن دارن. من فکر میکنم دفعه های پیش گفتم ما کلن 256 وزن یا بحر داریم در شعر فارسی. این شعرهای خوب اومدن 24-5 رو انتخاب کردن، اشعاری که به لحاظ موسیقی گوش نوازه، به گوش خوش میشینه و تمام دیوانشون فراتر از این 24-5 نیست. ما هم همین 24-5 رو درس میدیم، ولی شاعرهایی هستن که به اصطلاح بهش میگیم بحرهای نامعنوس، خیلی به گوش ما آشنا نیست، اینها رو انتخاب کردن و بلند گفتن. خب اگر که یک مصرعی ارکانش زیاد باشه، من 5-6-7 رکن داشته باشه، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ما حرفمون 4 رکن تموم شده، ولی چون وزنمون بلنده مجبوریم اینو پرش کنیم تا برسه دیگه، آب توش کنیم به قول معروف. یه دوغ شما درست کردید، ظرفتون زیادتر از اون دوغ است، آب میریزید تا این پرش. اینم همین مشکل رو ایجاد میکنه. بنابراین توی وزنهای 3 رکنی و 4 رکنی راحت میشه حرف و زد، زیاده گویی هم نکرد، کمم نیورد. اگر رکنا بحر کوتاه باشه، رکنا کم باشه، کم میاریم، مجبوریم بقیه شو هی تو مصرع بعدی یا تو بیت بعدی بگیم شعرمون زیادی بلند میشه. خب حالا شد 4 درس قبلی، بحر قبلی.
چهار تا رشد که هر رشدی عرض شود که چهار تا هجا داره. امروز وارد یک وزن دیگه میشیم. بله، شده ناخدا یار دزدان دریا، شده ناخدا یا ردزدا ندر یا تتن تن تتن تن تتن تن تتن تن شده نا خدا یا ردوز دا ندر یا تتن تن. میبینیم که باز چهار تا رکنه، ولی رکنمون سه هجاییه. اسم این چیه؟ فعولون. گفتیم که هر رکنی یه اسمی داره که این اسم متاسفانه عربیه، ولی در زبان عربی هیچ معنی نداره، فقط ما یه اسم روش گذاشتیم. شده نا تتن تن فعولون، خدایا تتن تن فعولون، ردزدا تتن تن فعولون، ندریا تتن تن فعولون. شده نا خدایا ردزدا ندریا، چهار تا فعولون داریم. عزیزان من، بهتون گفتم دفعه پیش، وحشت نکنید، ما در 12 تا بیشتر از این اسامی که برای رشد ها گذاشتیم نداریم. بعضیاش نصفه همین هاست، مثلا فعولون آخرش میشه فعول، فعولون 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 فعول. خب و بعضی هم خیلی کمتر میشه دیگه، مثلا میشه فع رو هم همش با این خورده هاش میشه 20 تا. پس این دومین وزن است که ما داریم یاد میگیریم از اینجا به پایینه، اون مال درس قبلیه. شده ناخدا یار دزدان دریا، ز کشتی فقط لنگری مانده باقی، ز میخانه تنها دری مانده باقی. خب برای جلسه بعد دو تا سه تا شعر اقلا هر چقدر که میتونید. فعلا با مفاهیم خیلی کار نداریم، ما داریم روی وزن و قالب کار میکنیم. با این چهار تا فعولون تتن تن تتن تن تتن تن تتن تن شعر بگید، هرچی هم که دوست داشتید بگید. اون دوستانی که خصوصی دارن کار میکنن برام بفرستن، این دوستانی هم که عمومی دارن کار میکنن خودشون دیگه خودشون میدونن که همه توضیحات رو من دادم، هر جا مشکل داشتن یک بار دیگه رجوع کنن. عزیزانم، دیروز تو نمایشگاه کتاب لندن چند نفر از من پرسیدن راجع به کلاس ها، اطلاع نداشتن، من ناچارم هر دفعه اطلاع رسانی کنم. عزیزان، برای اینکه خصوصی با من کار بکنید میایید تو هالوگرام،
اینا رو من تذکر میدم هر دفعه برای کسانی که تازه دارن وارد کلاس میشن. تو اینستاگرام یا توی تلگرام فرق نمیکنه. میایید تو هالو دبل ال دبل او اندرلاین گرام درخواست میدید، میگید ما در کلاس های خصوصی میخوایم شرکت کنیم. ضمناً کتاب های منو از همینجا میتونید خریداری کنید. شعری که این بار انتخاب کردم براتون از سرکار خانم فاطمه اختصاریه، این شاعر خوب که فکر میکنم 9 سال یا 10 سال زندان براش بریدن که توی مرخصی ایشون از کشور خارج شد و همراه آقای مهدی موسوی که دفعه پیش ازش شعر خوندم رو هم 20-21 سال به این دوتا شاعر زندان داده بودن فقط به خاطر شعر. نمونه شعر فاطمه اختصاری رو میبینیم، میخونم براتون. به پیج ایشون برید و حتما دو تا سه تا از اشعار ایشون رو حفظ کنید. عزیزان من مرتب تاکید میکنم این حفظ کردن اشعار شاعران معاصر کمک میکنه هم طبع شعریتون رو شکوفا میکنه هم زبانتون رو به زبان روز خواهد کرد. دوستانی که شاعر هستن من بعضی گاهی شعراشون رو میخونم، یک واژه هایی اصلا یک مال دوران عرض شود که به قول معروف شاوز وزک، اون واژه ها رو ما دیگه الان توی شعرامون به کار نمیبریم. ما از واژه های امروزی از دستور زبان امروزمون باید پیروی بکنیم. ما دیگه اگر رو گر نمیگیم، از رو ز نمیگیم، تا اونجایی که بتونیم پرهیز میکنیم از این واژه شکستن ها. تهران و بوی ذرت مکزیکی و غروب، تهران و چند خاطره افتضاح و خوب، تهران و خط متروی تهران و خط متروی تجریش تا جنوب. از اول میخونم. تهران و بوی ذرت مکزیکی و غروب، تهران و چند خاطره افتضاح و خوب، تهران و خط متروی تجریش تا جنوب. این شهر خسته را به شما می سپارمش، تهران سکته کرده از هر دو پا فلج، تهران وصل پینه شده با خطوط کج، تهران تا همیشه ترافیک تا کرج، این شهر خسته را به شما می سپارمش. من روزهای خونی و پر التهاب را، من سطلهای سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خش و خش رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. بلوار پردرخت ولی از تا ونک، نوشابه های شیشه ای و تخمه و پفک، کابوس های هر شبه از درد مشترک، یک روز میرسد که فراموش میشوند. تنهاییم نشسته میان اتاق ها بر تنهاییم نشسته میان اتاق ها بر 28 سالگیم جای داغ ها، گریه نمی کنم همه اتفاق ها، یک روز میرسد که فراموش میشوند. فاطمه اختصاری شاعر توانا. البته اون شعری که از مهدی موسوی خوندم دوستان گفتن که با بیت آخرش موافق نیستیم، سرها رو دور سینی چیدن. خب من خودم هم موافق نیستم، ولی اینم با این مصرع آخر
موافق نیستم یک روز میرسد که فراموش میشوند. هرگز این جنایت ها و این داغ ها فراموش نمیشن. مادران داغدار فراموش نمی کنن. و چون اونها فراموش نمی کنن، جامعه هم فراموش نخواهد کرد. درود بر شما پاینده ایران. ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت می کنید.